با درودی دوباره خدمت شما دوستان همیشه همراه، امیدوارم هر جای این دنیا هستین تنتون سالم و روزگار خوشی داشته باشین. در این ویدیو میخوام شما رو با عجایب هفت‌گانه دنیا آشنا کنم، امیدوارم که از اون لذت ببرید. شماره 1، چیچن ایتزا در کشور مکزیک. چیچن ایتزا اثری باستانی از تمدن مایاست که در کشور مکزیک واقع شده است. این اثر جزء میراث جهانی یونسکو به شمار می رود. در سال 2007 میلادی این اثر به همراه 6 اثر دیگر در یک رأی‌گیری جهانی به عنوان یکی از عجایب هفت‌گانه جدید معرفی شدند. محوطه چیچن ایتزا شامل چندین ساختمان سنگی است که قبلا به عنوان قصر، معبد، حمام، مغازه و دیگر کاربردها به کار می رفتند. مطرح ترین قسمت های آن عبارتند از ال کاستیلو که به معنای همون قلعه است. مهمترین اثر این مجموعه ال کاستیلو به معنای قلعه در اسپانیولی است که عبارت است از هرمی پلکانی که از هر 4 طرف دارای پله هایی تا بالای هرم است. این معبد متعلق به خدای آسمان بوده است. معبد جنگجویان، محوطه بازی، سایر سازه ها، معابد و سازه های دیگر نیز در محوطه اثر تاریخی چیچن ایتزا قرار دارند. شماره 2، مجسمه حضرت مسیح در برزیل. مجسمه مشهوری که در برزیل در شهر ریو دو ژانیرو قرار دارد و بسیاری از مردم آن را در تلویزیون دیدند، در حقیقت مجسمه مسیح منجی است. این مجسمه با 125 فوت ارتفاع در سال 1926 و در ارتفاع 710 متری نوک کوه کورکووادو ساخته شده است. مجسمه مذکور حالت ایستاده عیسی مسیح را در حالی که دستان خود را کاملا باز کرده است نشان می دهد که این حالت نشان دهنده پذیرش همه انسان ها در آغوشش است. مجسمه عیسی مسیح نشانه برزیل است که امروز شهرت جهانی پیدا کرده است. توریست هایی که از برزیل دیدن می کنند حتما به دیدن این مجسمه نیز می روند. دست چپ این مجسمه به سمت شمال شهر ریو دو ژانیرو و دست راست آن به سمت جنوب شهر اشاره می کند. مناظر بسیار جذابی را می توان از آنجا مشاهده کرد که نفس را در سینه تماشاچی حبس می کند. این مناظر شامل شهر ریو، خلیج، کوه سوگورالاوف و ساحل رودخانه های کوپا کابانا و ایپانما می شود. علاقه‌مندان به فوتبال نیز می توانند منظره ای از استادیوم را مشاهده نمایند. شماره 3، کالیسیوم در روم. کالیسیوم معروف‌ترین آمفی‌تئاتر دایره‌وار عظیم تاریخی که تعداد ردیف‌های صندلی آن به تعداد 50,000 و دارای 80 درب ورودی است. واژه کالیسیوم به معنی جایگاه بزرگ، نام دیگر آن آمفی‌تئاتر فلاویوسی است. ساخت کالیسیوم توسط وسپاسیان امپراتور سالهای 69 تا 70 روم پایگذاری شد. پس از آن پسرش تیتوس در سال 80 بعد از میلاد آن را بنا کرد که نهایتاً توسط دومیتین برادر تیتوس که در سال 81 بر وی غلبه کرد و بر جایگاه امپراتور روم نشست کامل شد و به پایان رسید. کالیسیوم به عنوان اولین آمفی‌تئاتر دائمی و ماندگار ساخته شده در روم در زمین‌های باتلاقی مابین تپه‌های اسکوئیلین و کائلین واقع شده بود. این مجموعه امپراتور روم شاهد فجیع‌ترین جنایات به شکل کشتار بردگان و مسیحیان بوده است. نبردهای خونین بر سر مرگ و زندگی گلادیاتورها یکی از سرگرمی‌های روزانه امپراتوران و
به اشرافیان روم بوده است. قدمت تاریخی و شکوه و جلال این امارات از یک سو و کارآمدی آن برای اجرای نمایش و امکان کنترل جمعیت از سوی دیگر باعث شد این سالن یکی از بزرگترین بناهای معماری روم باستان به شمار رود. شماره 4، دیوار چین. دیوار چین که یکی از 7 اعجاز جهان شمرده می شود، در جهان به لحاظ زمان ساخت طولانی ترین و بزرگترین مهندسی تدافعی نظامی در قدیم است. این دیوار در نقشه جغرافیایی چین 7000 کیلومتر امتداد یافته است. این اثر سال 1987 در فهرست میراث جهانی ثبت شد. تاریخ ساخت دیوار چین به قرن 9 قبل از میلاد باز می‌گردد. حکومت وقت چین برای جلوگیری از حملات ملیت‌های شمالی برج‌های آتش برای خبررسانی و یا قلعه‌های مرزی برای حصول اطلاعات دشمن را در ارتباط با دیوار و بر روی آن ایجاد کرد. در دوره حکمرانی سلسله‌ها و کشورهای جنگجو میان دوک‌ها جنگ برپا شد و کشورها با استفاده از کوه‌های مرزی به ساخت دیوار پرداختند. تا سال 221 قبل از میلاد امپراتور چین شی خوان پس از به وحدت رساندن چین دیوارهای دوک‌ها را به هم متصل کرد که به صورت دیوار بزرگ در مرزهای شمالی بر روی کوه‌ها درآمد. او می‌خواست با این کار از حملات دشمن به مراتع شمالی جلوگیری کند. در این زمان طول دیوار چین به 5000 کیلومتر می‌رسید. در سلسله خان پس از سلسله چین طول دیوار به 10000 کیلومتر رسید. در تاریخ 2000 و اندی ساله چین حکمرانان دوران مختلف به ساخت دیوار چین پرداختند تا اینکه طول دیوار به 50000 کیلومتر رسید. این میزان معادل گردش به دور کره زمین است. دیواری که اکنون مردم مشاهده می‌کنند، دیوار متعلق به سلسله مینگ 1368 تا سال 1644 میلادی است. از قبل به دروازه جایوگوان در استان گانسو چین و از شرق به ساحل رود یالو ژیان در استان لیاونینگ در شمال شرقی چین منتهی می شود و در میان آن 9 استان، شهر و ناحیه خودمختار به طول 7300 کیلومتر وجود دارد و مردم آن را دیوار طولانی می نامند. دیوار چین به عنوان پروژه تدافعی بر روی کوها ساخته می شد. از بیابانها، مراتع و لجزارها نیز عبور می کرد. شماره 5، ماچو پیچو در پرو. ماچو پیچو به معنی قله قدیمی از آثار دوره اینکاها می باشد که در ارتفاع 2430 متری از سطح دریا در دامنه کوه در بالای دره اوروباما در کشور پرو در 70 کیلومتری شمال کوزکو قرار گرفته است. اغلب اوقات از آن به عنوان شهر گمشده اینکاها یاد می شود. ماچو پیچو شناخته شده ترین نماد امپراتوری اینکاها می باشد. این شهر در حدود سال 1450 میلادی ساخته شده و صدها سال پیش در زمان فتح اینکاها توسط اسپانیایی ها متروک شده است. برای قرنها فراموش شده بود و به جز عده ای از مردم محلی کسی از آن نامی به خاطر نداشته است. این اثر در سال 1911 میلادی توسط هیرام بینگهام تاریخشناس امریکایی به جهانیان معرفی شد. پس از آن ماچو پیچو به یکی از مناطق جذب توریست تبدیل شد و در سال 1981 میلادی در فهرست آثار کشور پرو و در سال 1983 میلادی
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این اثر همکنون به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته می شود. شماره 6، شهر پترا، شهری تاریخی در کشور پادشاهی اردن. این شهر باستانی در 262 کیلومتری جنوب شهر عمان، پایتخت اردن و در غرب راه اصلی بین شهر عمان و شهر عقبه واقع شده است. شهری است به کمال که همه آن در کوه و در تخت سنگ‌های به رنگ گل سرخ یا رنگ صورتی تراشیده شده است. از اینجاست که نام این شهر زیبا پترا نهاده شده است. کلمه پترا به زبان یونانی به معنی صخره است و چون این شهر باستانی تماماً در سنگ کنده شده است، آن را پترا نامیدند. همچنین این شهر تاریخی و زیبا را به خاطر گل سرخ گون بودنش به نام المدینة الوردیه نیز نامیده شده است. در سال 1978 میلادی کتابی در این مورد نوشته شده است که از تاریخ بنای این شهر باستانی سخن میگوید. مؤلف نام کتاب و الاسرار المدینة الوردیه نامگذاری نموده است. نام قدیم این شهر سل بود، یعنی صخره. رومیان نامش را به زبان خودشان ترجمه نمودند. در قرن اول قبل از میلاد و در عهد شاه حارس سوم نیز درخشید. شماره 7، تاج محل، که در اردو به آن تاج محل نیز گفته می شود. آرامگاه زیبا و باشکوهی است که در نزدیکی شهر آگرا و در 200 کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع شده است. این بنا به دستور شاه جهان امپراتور گورکانی هند به منظور یاد بود از همسر ایرانی محبوبش ممتاز محل که در سال 1631 میلادی به هنگام وضع حمل فوت کرد بنا شده است. شاه تصمیم گرفت پس از مرگ همسرش با ساخت بنایی زیبا مجلل و عظیم همسرش را جاودانه کند. از این رو آرامگاهی زیبا بر روی قبر او بنا نهاد. همانطور که مشخص است نام این بنای زیبا ایرانی می باشد. این ساختمان بر پایه مخلوطی از معماری ایرانی، هندی و اسلامی تأسیس شده است و در ساخت آن 20,000 هنرمند و معمار از نقاط مختلف آسیا به خصوص ایران، شبه قاره هند، آسیای میانه و آناتولی شرکت داشتند. آغاز ساخت تاج محل سال 1632 میلادی برابر با 1042 شمسی بود و در سال 1647 میلادی برابر با 1057 شمسی تکمیل شد. احمد معمار لاهوری و برادرش استاد حمید لاهوری سده 11 هجری سر معماران ایرانی سازنده تاج محل در هندوستان بودند. در برخی متون نیز از عیسی خان شیرازی و امانت خان شیرازی طغرانویس که هر دو ایرانی بودند نام برده شده است که گویا خطاطی های روی درب و دیوارهای تاج محل به امانت خان واگذار شده بود. دوستان، به پایان یکی دیگه از ویدیوهامون رسیدیم. امیدوارم که از اون خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین حتما لایک کنید، کامنت بزنید و اگر جدید از کانال ما بازدید میکنین حتما سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا آخرین اطلاعات کانال رو داشته باشین. تا درود دیگر.